شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی نشست را برای گفتگو درباره چالش‌های بازرگانان در امارات متحده عربی برگزار کرده است. رئیس این شورا میگوید که به‌زودی هیئت از بازرگانان به کابل سفر می‌کنند و با حکومت سرپرست درباره مشکلاتشان گفتگو خواهند کرد. یو هیئت وټاکو چې دغه با صلاحیت هیئت وي د تاجرانو چې داخل د افغانستان ته به لاړ شي او د سرپرست حکومت د مشرانو سره به په دغه مشکلات سره چې موږ ورسره مخ یو خبره به وکړي او انشاءالله دې مشکلو ته به د حل لاره پیدا شي. دغه ناستې یا غونډې چې د افغان بزنس کونسل شورا له لورې جوړېږي د هغو ستونزو او خنډونو او مشکلاتو لپاره چې افغان پانګوال ورسره لاس او ګریوان دي یوه مناسبه د حل لاره ورته پیدا کړي. شماری از بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی میگویند که در گرفتن ویزا و پاسپورت با مشکل روبرو هستند. اوس د ویزو ستونزه ده چې ویزه نشته ده. اکثره کسان چې هلته غسیوي دي هلته پاتې د افغانستان کې د پاسپورتونه نشته ده. هغوی هم مشکل دی، دلته هم د خلکو پاسپورتونه خلاصیوي دي. دا د ویزو سخت ډېر مشکل دی. در همین حال اتاق صنایع و معادن افغانستان میگوید که امارت اسلامی باید سهولت‌های بیشتر را برای سرمایه‌گذاران فراهم بسازد تا که افغان‌های ما مقیم در امارات و در کشورها پول خود در کشور بیاره، هم یک دین وطنی را ادا خواهد کرد و هم منفعت برای مردم و کشور خواهد داشت. بر بنیاد اطلاعات شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی، بیش از 300 شهروند کشور بدوباش دارند و بازرگانان بیش از 10 میلیارد دلار در این کشور سرمایه گذاری کردند.